کنم به تک تک شما بینندگان عزیز. امیدوارم تا این لحظه که در خدمت شما هستیم سلامت و تندرست باشید. برنامه امروز رو تقدیم میکنیم به همه شما خانواده زندانیان سیاسی جان باخته، به شما فعالان عرصه زندانیان سیاسی و همه شما که بیننده برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی هستید. امروز میپردازیم به فرار غلامرضا منصوری قاضی سابق و همچنین برگزاری دادگاه حمید نوری دادیار و دستیار قاضی مشهور دستگاه قضایی ایران محمد مقیسه یا ناصریان از مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در کشور سوئد. اما در ابتدا توجه شما را جلب می‌کنم به شماره تلفنی که در پایین صفحه مشاهده می‌کنید که همین الان می‌تونید با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. همینطور که در ابتدا اعلام کردم و هم فکر کنم عده زیادی از شما از این خبر دارین، غلامرضا منصوری قاضی سابق و همچنین برگزاری دادگاه حمید نوری دادیار و دستیار قاضی مشهور رو در فرانسه شنیدیم و اینها قاضی هستن که در محاکمه فعالین سیاسی در طی 40 سال گذشته که از عمر این رژیم میگذره شاهدش بودیم. برای که بدونیم این دو نفر کی هستن، چرا در بازداشت به سر میبرن و الان در چه وضعیتی به سر میبرن، مینا احدی چهره شناخته شده علیه اعدام، علیه سنگسار، فعال سیاسی و ایرج مستاقی زندانی سیاسی سابق و پژوهشگر مهمان برنامه ما هستند تا در این مورد گفتگویی داشته باشیم. سلام میکنم به شما مینا احدی عزیز و ایرج مستاقی گرامی و خوش اومدیم به برنامه برای آزادی زندانی سیاسی. خیلی ممنون، منم سلام عرض میکنم حضور شما و همکارانتون. منم سلام میکنم خدمت شما همچنین خدمت قاضی احدی و بینندگان عزیز. ممنون از حضورتون. من سوالم رو با شما شروع میکنم. خانم احدی، میخوام یه شناختی از غلامرضا منصوری کی هستش و اینکه چجوری متوجه حضور این شخص در خارج شدین و اینکه واقعا این اعتراضاتی که الان شاهدش بودیم که شنیدیم که اعتراضاتی صورت گرفته چه تأثیری میتونه بر افکار عمومی اروپا بذاره یا گذاشته برای بیننده های ما که در حال حاضر بیننده برنامه ما هستن و شما رو میشنوند و میبینن چی هستش؟ بله، غلامرضا منصوری در حقیقت قاضی حکومت اسلامی بوده، اونطوری که تو بیوگرافیش اومده و خودش توضیح میده 30 سال قاضی بوده و مسئله اینه که حدود 2-3 سال قبل هم در کشور آلمان بود. ما در آلمان بعد از اینکه شاه رودی در بیمارستان یا کلینیک دکتر سمیعی بستری شد و یک کمپینی رو راه انداختیم و بالاخره جمهوری اسلامی یه جوری با همکاری دولت آلمان اون رو از مهلکه به در برد، خبردار شدیم که نفر بعدی که علنی شد غلامرضا منصوری هست که اومده و در اون کلینیک هست. ما قبلا هم کمپین گذاشتیم و مجموعه تظاهرات های در مقابل این کلینیک سازمان دادیم و بعد از یه مدتی به هر حال این موضوع از افکار عمومی آلمان کنار رفت و یه جورای انگار به نظر میرسید که غلامرضا منصوری دوباره برگشته ایران. الان اخیراً حدود مثلا 2-3 هفته قبل یواش یواش خبرهایی اومد که بیشتر خبرها اساساً از خود داخل ایران بود، یعنی اینکه یه دادگاهی در ایران در جریان هست برای طبری که این طرف منصوری متهم شماره 9 خودشون اعلام میکنن و من خودم دیدم که رسانه های جمهوری اسلامی دارن مستقیم و غیر مستقیم میگن که این آدم برای معالجه رفته و احتمالاً در آلمان هست و بعد تو همین اثنا که این خبرها داشت میومد روزنامه دیوت با من تماس گرفت و روزنامه بیلد که یه درجه جدیتر شد این مسئله. اینا با من مصاحبه کردن و میگفتن که این غلامرضا منصوری احتمالا در آلمانه و
بالاخره شما چی میگید و چیکار باید کرد و اینا. اینا این رسانه ها مطرح کردن این موضوع رو که در آلمان هست و بالاخره ما هم دست به کار شدیم، خودمون هم تماس گرفتیم مثلا با سازمان ها، نهادها یا افرادی که در آلمان قبلا هم سر مسئله شاهرودی کار کرده بودیم. چیزی که نامشخص بود برای ما همینه که این کجاست. یعنی ما با وزارت امور خارجه آلمان تماس گرفتیم و جوابی که به ما دادن این بود که این از ما ویزا نگرفته. بنابراین یکی از سوالها مطرح بود این چطوری اومده وارد آلمان شده. از سفارت آلمان در تهران سوال شد، از بعد یه بحث مطرح شد که از طریق ایتالیا اومده، ویزای شنگن داشته، با سفارت آلمان تماس گرفت، خبرنگاری که توی دیوت کار میکنه و خیلی آدم سرشناسی اون مثلا همه این تماس ها رو برقرار میکرد. نهایتا معلوم نبود که در کجاست و دولت آلمان نمیگفت، که میگفت که ما آدرسش رو نداریم. منتها مسئله ای که الان وجود داره اینه که گزارشگران بیمرز شروع کردن به اعلام به اصطلاح جرم علیهش، به خاطر اینکه تو همین فاصله مطرح شد که 20 نفر خبرنگار رو این دستگیر کرده، در ایران مورد آزار و اذیت و شکنجه قرار داده. از نظر من به عنوان قاضی حکومت اسلامی باید گشت دنبال پروندهش ببینیم حکم اعدام داده، حتما داده. کسی که سالها با حکومت اسلامی کار کرده، جنایت و ترور همین را سازمان داده. بنابراین فردی بود که یکی از مقامات جمهوری اسلامی بود، در کشور آلمان بود و باید شکایت میشد. این شکایت انجام شد و الان پرونده به حرام به جای رسیدگی همین کشور دیگه است و دستگیر شده که در موردش میشه صحبت کرد. بله، برمیگردم به شما جناب مستاقی، میخوام ببینم حمید نوری کیه، به چه جوری بازگاش شده و پروسه همینجوری که در رابطه با غلامرضا منصوری، این پروسه‌ای که چجوری شناسایی شده و حکم برای حکم بازداشت برش صورت گرفته، به چه صورتی انجام گرفته؟ راستش حمید نوری خب معاون قاضی قاضی مقیسه بوده و ایشون در کشتار 67 دست داشته، بعدها در وزارت اطلاعات مشغول کار شده بود، در بخش خارجیش بوده، در بخش حقوقی مشاور فلاحیان بوده مدتها و بعد از حتی برکناری فلاحیان دو مشاور حقوقی میداده و کارچاخون بوده. در وزارت اطلاعات هم همراه با مصطفی پور محمدی کار میکرده و خب عملا ایشون نقش بسیار بسیار مهمی در کشتار داشته، به خاطر اون چی که در سال 67 در زندان گوهردشت اتفاق افتاد، چون او و ناصریان به عنوان دادیار و دستیار دادیار تنظیم کننده دادگاه ها بودن، به خاطر اینکه نماینده دادستان در زندان اصولا دادیاره و کارهای حقوقی رو اونها دنبال میکردن. پرونده زندانیان در دست اونها بود، دستبندی زندانیان توسط اونها صورت میگرفت و حتی در بسیاری از اوقات، یا میتونم بگم همه دفعات تقریبا که من شاهدش بودم، ناصریان شخصا اسامی افراد رو میخوند برای اینکه اونها رو ببرن به قتلگاه و همچنین در این کار خود حمید نوری با او همکاری میکرد به عنوان معاونش. بنابراین قبلا هم من در خاطراتم به این مسائل اشاره کرده بودم، موضوع جدیدی نیست که با دستگیری او مطرح شده باشه و اینکه خب نامش حمید نوری هست من در خاطراتم ذکر کرده بودم، چون او در زندان به نام حمید عباسی بود، بارها هم به اروپا اومده بود، حتی به سوئد اومده بود، به آلمان رفته بود، به سوئیس و ایتالیا رفته بود و سمت خوب کارچاخونی هم داشت. منتها ما متوجه حضور او در خارج از کشور نشده بود. یکی از نقطه ضعف‌های ما همینه، چون جانیان میتونن با توجه به ارتباطاتی که دارن ویزا بگیرن، به خارج از کشور بیان و بعد هم به سالگی برگردن. مطمئن خب ما این بار متوجه این داستان بودیم و از قبل روی این مسئله متمرکز شده بودیم و اتفاقا آخرین اخبار و اطلاعات او رو هم داشتیم و هدایت پرونده در دست ما بود، هدایت این داستان در دست ما بود از ابتدا، یعنی با یک طرح عملیات در واقع چند لحظی، یعنی اون چیزی که وزارت اطلاعات در ارتباط با چیرگونی دستگیری روح‌الله زم به
مسائلی که مطرح میکرد در واقع ما اجرا کردیم، به خاطر اینکه اونها خب به سادگی جورا زمان بلوندن عراق و از اونجا خوبی برمش ایران میگه کاری افرکش عراق یعنی ایران، ولی ما نه تنها این باید میومد اینجا و بعد تازه وقتی میاد اینجا داستان تازه شروع میشه، خاطر که دولت سوئد که در دست ما نیستش، که سیستم امنیتی سوئد که در اختیار ما نیستش، که و دستگاه قضایی سوئد که در اختیار ما نیست، همه اون چیزی که شما نام بردم همه اینا در عراق در دست خود رژیمه، از سیستم امنیتیش گرفته تا دستگاه قضاییش تا دولتش تا همه چیش مثلا تعیین کننده بوده، پس اون کاری نداره دیگه، فقط شما اینو بکشیش تا اونجا تمومه. متأ مال ما باعثی هم این ور داستانو میدونه متوجه میودیم که متوجه نشن و هم با دستگاه قضایی بایستی موضوع رو دنبال میکردیم که در بعد به ورود این ما یه پرونده‌ای داشته باشیم و بتونیم اونو بلا فاصله در فرودگاه هلندا دستگیر کنیم، کاری که خوب اتفاق افتاد. یعنی در اولین باره که در این نوع کارها ما موفق شدیم، یک قدم بزرگیه که ما برداشتیم و اتفاقا تو تاریخ تو حقوق این سابقه نداره. شما ببینید حقوق هم مثل پزشکی میمونه، مثل همه علوم میمونه که خب پیشرفت میکنه. با دستگیری پینوشه یه ورق خورد، الان با دستگیری حمید نوری این دوره حقوق یه ورق جدیدی خورده، ولی کسی 32 سال پیش جنایتی انجام داده توی کشور دیگه حالا در بعد ورود به اتحادیه اروپا دستگیر میشه، سوئد دستگیر میشه. این خب آیشان را یهودی ها وقتی فهمیدن توی آرژانتینه خب دیگه تموم بود، میتونستن اگه میتونستن به رو باینش دیگه بقیهش تموم بود، اسرائیل بود و هر کاری خواستن دیگه میتونستن بکنه، ولی ما تازه میومد اینجا تازه اول داستانه و این باید دستگیرشه. و این بود که خب انجام همه این کارها با هم دیگه و موفقیت درش ساده نبود و همین الان هم ما با مشکلات زیادی مواجهیم، به خاطر اینکه بیشترین همکاری رو با دستگاه امنیتی برای اینکه این پروژه زمین بخوره مجاهدین انجام میدن، یعنی همکاری عجیبی با دستگاه امنیتی دارن میکنن برای اینکه حتی وقیحانه و رذیلانه این موفقیت ما رو به عنوان جنگ بین نمیدونم سیستم و اینکه دستگاه امنیتی خودش اینو دارتش این طرف، ببینید در حالی که تمام لحظه به لحظه این داستان مستند شده است. و من به شما از همین الان میگم بعد از پایان دادگاه حمید نوری فیلم این رو هم ما منتشر خواهیم کرد، یعنی مسئله یاره این میگم این خبر رو خدمت شما. مرسی. برمیگردم به شما خانم عادی، به نظر شما چه اهمیتی داره دستگیری و دادگاهی شدن سران رژیم علازشه، مخصوصا توی این شرایطی که رژیم در حاکمیت هستش؟ این یه خودش یه سواله. و اینکه واکنش جمهوری اسلامی به این اعتراضاتی که میشه، به این اقداماتی که میشه برای دستگیری سران حکومت در خارج از کشور چی هستش؟ و الان منصوری کجا واقعا در کدوم کشور واقع شده؟ بله، از قسمت آخر سوالتون شروع می کنم. منصوری رو در رومانی در بخارست دستگیر کرد اینترپل و الان مسئله‌ای که وجود داره، اولا یه نکته رو بگم، اونم اینه که جمهوری اسلامی الان داره خیلی تقلا میکنه منصوری رو برگردونه ایران به خاطر اینکه ممکنه توی اروپا دادگاه براش تشکیل بشه و این مسئله به نظر من خیلی مهمه. من توی مصاحبه هایی که همین چند روزم کردم همیشه به این تاکید کردم که ما در ایران با حکومتی طرف هستیم که کشته، چشم در آورده، دست و پا بریده، اعدام کرده، سنگسار کرده، جنایاتی انجام داده که گفتن اینکه 20 تا خبرنگار رو دستگیر کرد و ریخت توی محل کارشون و خانواده هاشون رو آزار داد و اینا رو برد زندان، اینو به عنوان گزارشگران بیمرز اعلام جرم کردن و دارن کیفرخواست اعلام میکنن به عنوان جنایت علیه بشریت، به نظر من این مسئله بسیار مهمه، چون اینقدر اینا جنایت کردن که در داخل ایران یه همچین چیزای زیاد مهم جلوه نمیکنه. اینکه 20 تا خبرنگار گرفته اینو از روش رد میشید به خاطر اینکه یه هواپیما رو زد و صدها نفر رو اینطوری کشته، بچه های زیادی رو اعدام کرده، نمیدونم تیر زده سر بچه 14 ساله که تو خیابون تو تظاهرات شرکت کرده و وقیحانه اومده گفته به پاهاشون هم تیر زدیم. ما با این حکومت طرفیم
وقتی در آلمانیا در رومانیه دادگاه تشکیل بشه و این بر سردرش نوشته بشه جنایت علیه بشریت، به نظر من لول انتقاد از نقض حقوق بشر در ایران رو 100 برابر میبره بالا. ما واقعا میگم من خودم به عنوان آدمی که ضد جمهوری اسلامی بودم از روز اول، نگاه میکنم میبینم چقدر سالهای سال با درد و رنج و اعدام و غیره و غیره دست و پنجه نرم کردم و به درجاتی یه درجه برام عادیه که روزنامه نگار رو گرفتم، میگم اوکی دیگه جمهوری اسلامیه، ولی وقتی اسمش روش مهر زده میشه جنایت علیه بشریت، این اتفاق بسیار مهمه و جمهوری اسلامی از این میترسه، میترسه این دادگاه. به نظر من این مسئله بسیار مهمه. اینو بذارید در کنار همین موضوعی که آقای ایرج مستاقی گفت، اپوزیسیونی و افرادی توی مثل اپوزیسیون جمهوری اسلامی دارن کار میکنن، دوندگی کردن، واقعا جونشون رو گذاشتن قبل از اینکه این حکومت بیفته، ما داریم دادگاهیش میکنیم. این اتفاق مهمه. در مورد آشمان الان آقای مستاقی صحبت کرد، فیلم درست کردن تو خود آلمان برای اینکه بتونی نازی ها رو بیاری جلوی دادگاه باید مبارزه کنی با سیستمی که الان سر کاره و تا حالا تعداد خیلی زیادی در رفتن برای اینکه سیستم مقابله نمیکنه، ولی ما داریم یه کاری میکنیم به نظر من که اولا همه سران جمهوری اسلامی بدونن نمیتونی پول بالا بکشی و جنایت کنی یا دستت خونین باشه بعد بیای توی کشورهای خارجی، نمیدونم تو اروپا منظورمه یا هر جا کانادا، خونه بخری و نمیدونم ملک و املاک به هم بزنی و زندگی تو سازمان بدی. این نمیشه. به نظر من الان همونطور که آقای مستاقی هم گفت خیلی هاشون اومدن تو خارج مخفیان، ما باید اینا رو کشف کنیم و برای همشون دادگاه تشکیل بدیم. به ویژه ببخشید فراخانم به دوستان ایرانی در کانادا هست. من اونجا یه بار رفتم، هم که از جلوی هر جا رد می‌شدیم میگفتن این یه ساختمان بزرگ مربوط به سپاه پاسداران، این مسجد مربوط به جمهوری اسلامی، این ساختمان رو می‌بینی مینا فلان وابسته رفسنجانی اینو خرید. خب که چی؟ چرا نباید اینا رو گرفت اونجا دستگیر کرد؟ به نظر من یه سیگنال داریم میدیم ناامن خارج کشور برای شما اراذل اوباش جمهوری اسلامی و این به نظر بسیار مهمه. آخرش میخوام همینو بگم، ببینید یه جنگ الان بین ما و جمهوری اسلامی تا اونجایی که به پدیده غلامرضا منصوری برمیگرده، در مورد حمید نوری آقای مستاقی وارد و میتونن توضیح بدن، من در مورد این میخوام بگم که این یه جنگه. جمهوری اسلامی میخواد اینو از مهلکه به در ببره، گفته هواپیمای خصوصی میفرستم الکی میرن میگن که 3 روز دیگه قراره بیاریمش، فکر میکنه اینجا ایرانه یا رومانی. بالاخره یه دادگاهی تصمیم گرفته به شماها گفته 1 ماه بهتون وقت میدیم که دلایل رو بیارید که چرا اینو باید تحویل ایران بدیم. خب طبعا خود غلامرضا منصوری تو همین مهلکه که بین ما و جمهوری اسلامی گیر کرده فرار میکنه به آغوش مادرش، میخواد بره اونجا، ولی به نظر من ما باید کاری بکنیم دادگاه تشکیل بشه و این بسیار اتفاق مهمی خواهد بود در تاریخ سیاست در ایران. بله، خب برمیگردم به جناب مستاقی. الان در مورد حمید نوری شما خب خیلی کار کردین، وضعیت پرونده حمید نوری که در کشورهای سال 67 همینجوری که شما مطرح کردین نقش به سزایی داشته، به چه شکلی هستش و سرانجام واقعا حمید نوری که الان چند دادگاه رو پشت سر گذارده و همچنان در بازداشت به سر میبره چی میشه؟ الان ما از روز 9 نوامبر که حمید نوری دستگیر شده در فرودگاه آرلاندا، ما 8 دادگاه داشتیم، یعنی 8 بار دادگاه تمدید کرده بود که بازداشت نمی‌کنه. و من تصورم اینه که در پاییز سال جاری، یعنی در اکتبر، احتمالاً یه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات او در استکهلم برگزار خواهد شد و تا اون موقع ما تلاش میکنیم اسناد، مدارک و شواهدی رو که در دست داریم رو در اختیار دستگاه قضایی سوئد قرار بدیم. خب ببینید، تو سوئد کسی رو بی خودی دستگیر نمی کنن و 8 بار تمدید نمی کنن حکم بازداشت کسی رو. اینجا اروپاست، به خصوص سوئد یکی از کشورهایی است که به لحاظ رعایت حقوق بشر، حالا علی‌رغم همه مشکلاتی که ممکن اونجا داشته باشه، یه نمونه است و در اینجا او 8 بار براش حکم بازداشت صادر شده و به طور قطع و یقین دادگاه برش برگزار خواهد شد. بنابراین این مسئله به نظر من خیلی مهمه،
چون در دنیا بعداً به این استناد خواهد شد، وحدت رأیه ایجاد خواهد شد. در جاهای دیگه‌ای که چنین تجربه نیست اشاره میکنن به تجربه استوکهلم و به اتفاقی در استوکهلم افتاده. این برای اساساً برای همه فعالین حقوق بشر خوبه، یه اتفاق خوبیه برای پیگیری همه جنایتکاران علیه بشریت در هر کجای دنیا، فرقی نمیکنه طرف کجایی باشه. بلافاصله میگن یه همچین حکمی، یه همچین دادگاهی در سوئد بوده. درست مثل پیشرفتی که امروز در ارتباط با کرونا هست، یه واکسنی شما تولید میکنید یا یه آزمایشی در یه کشوری صورت میدن روی این موضوع، بلافاصله میگن در فلانجا گفته شده که مثلا فلان دارو مناسبه. اینو همه چه دیگه هم بهش پیونده، به همون تحقیقات عمل میکنن. در حقوق هم همینطوره، یعنی این مبنا قرار میگیره و بنابراین اتفاق خیلی خیلی بزرگیه. جدای از این نشون میده ما جدیم تو مسئله دادخواهی. ببینید موضوع همین غلامرضا منصوری هم از این جنبه مهمه که نشون میده ما جدیم. وقتی که هنوز در قدرت نیستی و این چنان دنبال میکنی موضوعات رو و دادخواهی میکنی، این نشون میده که اولا قدرت ما رو نشون میده، جدیت ما رو نشون میده. ببینید یک حکم بین المللی برای دستگیری رئیس جمهور سودان بود، عمر البشیر، دادگاه کیفری بین المللی حکم داده بود، نمیتونستن اجرا کنن. ما تازه برای جنایتی که جدید اتفاق افتاده بود، ما برای یه چیزی که 32 سال پیش اتفاق افتاده تونستیم این کار رو بکنیم. برای این و در همیشه میگفتن که دادخواهی در دوران انتقالی امکان نداره، بایستی حکومت ها سرنگون بشن تا این اتفاق بیفته. درست هم میگفتن و اینگونه بوده تا حالا، منتها این صد و مانع رو ما شکوندیم که نه، لزومن نیاز به دوران انتقال نیست، بلکه در زمانی که دولت ها در قدرت هستن هم میشه اونا رو پاسخگو کرد و میشه اونا رو به پای میز محاکمه کشون و میشه اونا رو محکوم کرد به خاطر جنایت علیه بشریت. اگرچه سخته، ولی خب غیر ممکن نیست. نمونهش الان حمید نوریه، نمونهش الان تلاشیست که داره صورت میگیره برای غلامرضا منصوری. سوالم رو دوباره با شما ادامه میدم جناب مستقی. همینطور که میدونیم بعضی از کشورهای اروپایی مماشاتی با جمهوری اسلامی دارن، باشون کوتاه میان یه جایی با هم تبادل از لحاظ اقتصادی سیاسی با هم یه مماشاتی انجام میدن. به نظر شما این جنبش دادخواهی که در سطح دنیا به راه افتاده چقدر میتونن به این دولت ها فشار بیارن و تاثیرگذار باشن در بازداشت و محکومیت سران جمهوری اسلامی که در حال حاضر خود حکومت در قدرته؟ بله، ببینید جنس جنایت علیه بشریت با دیگر جرائم فرق میکنه. ببینید هر چیزی مشمول مرور زمان میشه. شما هر اتهامی که داشته باشید، هر جرمی که مرتکب شده باشید در حقوق مشمول مرور زمان میشه. میگن آقا یه پرونده اینقدر ازش بگذره مشمول مرور زمان شده، دیگه به اون رسیدگی نمیکنه، پرونده مخدومه میشه. الان شما ملاحظه کنید نخست وزیر سوئد کشته شده، درسته؟ دیگه از این که بالاتر نمیشه که در سوئد نخست وزیرش کشتن. اولاف پالمه یکی از بزرگترین شخصیت های بین المللی، یکی از بلند مرتبه ترین سیاستمداران دنیا، خب کشته شده، پروندهش مختومه شد. چرا؟ چون خورده به مرور زمان. ولی چون اون پروندهش قتل بوده، جنایت علیه بشریت نبوده. جنایت علیه بشریت مشمول مرور زمان نمیشه و نکته همینجاست، تفاوت جنایت علیه بشریت. ببینید ما امروز سیستم قضایی خوب، سوئد، سیستم آلمان نشون داد سیستم قضاییش در میکونوس رو، خب اصولا دستگاه‌های قضایی متفاوت از دولت‌ها عمل می‌کنن. اگر ما درست راهمون رو بریم، کارمون رو درست انجام بدیم، دستگاه قضایی و دولت‌ها سر موضوع
جنایت علیه بشریت به این راحتی نمیتونن معامله کنن که سر موضوعات دیگه میتونن معامله کنن. ببینید هر پرونده‌ای رو شما راحت میتونی بگید آقا این مثلا به خاطر منافع ملی، مثلا چون جاسوسه، چون مثلا قاتل بوده، اصلا تروریست بوده، میتونید اینا رو راحت زیر سیبیلی رد کنید. ولی موضوع جنایت علیه بشریت چون جنسش فرق میکنه، معامله سرش سخت‌تر میشه. این هم هست. این نافی ارتباط بین دولت‌ها و معاملاتی که صورت میدن نیست. شما رو تو پرونده‌های متفاوت میتونید ببینید. همه الان معاملاتی که بین امریکا و رژیم سر مبادله زندانیا داره صورت میگیره یه نمونه از همین مسئله است که شما روش دست گذاشتید. ولی سر موضوع جنایت علیه بشریت اگه برسه دیگه این معامله به این شکل نمیتونه صورت بگیره، چون معاهدات بین المللی هم وسط میاد، پای دادگاه کیفری بین المللی هم وسط میاد، پای اساسنامه روم هم وسط میاد، پای خیلی چیزای دیگه، کنوانسیون های بین المللی همه وسط میاد و خیلی راحت نمیتونن معامله سرش بکنن. مرسی. من برمیگردم به شما خانم عادی. خب انتظار پیشنهاد شما به کسانی که در حال حاضر برنامه رو میبینن چی هست؟ به چه شکلی میتونن نقشی داشته باشن در پیشبرد شناسایی و معرفی کسانی که در سرکوب اعدام زندانیان سیاسی و خصوص زندانیان سیاسی نقش کلیدی داشتن؟ اولش میخوام در مورد همین غلام رضا منصوری بگم برای بینندگان این برنامه. عزیزانی که از داخل ایران یا در خارج کشور این برنامه رو میبینن، خب الان این به اصطلاح آماده سازی داره میشه برای برگزاری یه دادگاه و گزارشگران بیمرز اساساً شکایت رو دادن در کشور رومانی هم به دادستان تحویل دادن. من فکر میکنم هر کس از غلامرضا منصوری اطلاعاتی داره. اگه تو شهری که شما زندگی کردین شنیدین که این طرف دادگاهی تشکیل داده، کسی رو به اعدام محکوم کرده، جنایتی انجام داده، خانواده‌ای رو اذیت آزار مورد اذیت آزار قرار داده، حتما تماس بگیرید و این خبرها را، چون مردم میتونن خیلی کمک کنن این پرونده و دست کسایی که شکایت کردن پرتر باشه به نظر من در دادگاهی که میخواد تشکیل بشه. در این حال فکر میکنم اینم مهمه که هر نوع خبررسانی از اینکه فلان وابسته جمهوری اسلامی در فلان کشوره، من آدرسش رو دارم، اینا رو اگه به ماها بدن خیلی کمک میکنه. یعنی هر کس اگر اطلاعاتی داره حتما اینا رو در اختیار ما قرار بده و در این حال به نظر من پخش خبر این به اصطلاح اتفاقاتی که راجع به غلامرضا منصوری پیش میاد توی شبکه‌های اجتماعی و فضا سازی راجع به این مسئله، توییت کردن این خبر را، کمک کردن، حتی بعضا تجمعاتی تشکیل دادن برای اینکه باید دادگاهی بشه، باید محاکمه بشه، همه اینا تاثیر داره برای اینکه این روند بهتر بشه. تشکر از حضورتون در برنامه برای آزادی زندانیان سیاسی. متاسفانه به خاطر محدودیت وقتمون مجبوریم صحبتامون همینجا خاتمه بدیم و امیدواریم شما رو بازم داشته باشیم و امیدواریم شاهد برگزاری دادگاه‌های دیگه برای بقیه سران جمهوری اسلامی که 40 سال مردم رو به هر شکلی که تونستن سرکوب کنن به وسیله زندان، شکنجه، اعدام، صدای اعتراض مردم رو به عقب بدونن. ولی ما خوشبختانه با تلاش شما، با تلاش تمام فعالین حقوق انسان‌ها، حقوق زندانیان، تونستیم که این صدا رسانه‌ای بشه در سطح دنیا و شاهد همینجوری که الان جناب مستقی مطرح کردن، شاهد دادگاه‌های که اجرا شده برای حمید نوری و اینکه در حال حاضر غلامرضا منصوری رو میبینیم که در رومانی فعلا در حال بازداشت هستش، اینا ادامه پیدا کنه تا روزی که ما جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. ممنون از حضورتون. خیلی ممنون از شما. متشکرم.